خانم بابات سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ التماس دارم آشکانم. کمالپور هستم از خبرگزاری فارس مزاحمتون شدم. خدمتتون عرض کنم که خبرگزاری فارس دایره پارلمانی مزاحمتون شدم در رابطه با سپاسگزارم از شما. خدمتتون عرض کنم سرکار خانم دو تا سوال دارم خدمتتون. نخست این که ما در برنامه‌های خبرگزاری‌هایی که داریم الان یه تجمیع خبرگزاری ها یه برنامه رو گذاشتیم در رابطه با تهیه خبر از زندگی نماینده‌های مجلس. خواستم ببینم در وهله اول این پرسش من رو پاسخ بدید که شما موافق هستید که خواسته باشیم از شما یک برنامه بسازیم به صورت مستند یا نه؟ اینا خواهش من. این یک. دو، من با آقای بیمقدار صحبت کردم، نماینده تبریز آذرشهر اسکو. بله بله بله. همکار گرامی شما ظاهرا در جلسه شورای امنیت کمیسیون امنیت حضور نداشتند در رابطه با بحث رژیم حقوقی خزر. میخواستیم بدونیم که وقتی این طرح بیاد در صحنه علنی مجلس و ما اونجا حضورا خدمت برسیم با شما صحبت بکنیم، آیا نظر شما با چیزی که الان میخواید پاسخ بدید فرق کرده یا نه؟ سوال واضح ما اینه. من هستم با چند تا از همکاران دیگرم از خبرگزاری های مختلف، الان صدای شما رو دارن میشنون، اونا پرسش داشته باشن از شما مطرح میکنن و اون این هستش که اگر شما الان با من تماس گرفتید، دقیقاً من چه مسیری رو کنترل کنم؟ من یه سوال زنده باشید خواهش. نه من مصاحبه رسمی نمیدم. ما سوال واضحمون خیلی شفاف اینه، اگر شما به عنوان یک نماینده‌ای که از طرف مردم رفتید داخل مجلس، این تفاهم نامه رژیم حقوقی خزر به ضرر تمامیت ارضی کشور و منافع مردم باشه، آیا شما رد میکنید یا تایید میکنید؟ اگر به ضرر مردم سر این قضیه. خب قطعا در جریان هستید، مردم خیلی گله‌مندن و اومدن تو خیابونا و این داره مشکلات رو زیادتر میکنه و روز به روز هم همونطوری که با آقای بیمقدار صحبت کردیم، ایشون هم موافق بود که ما باید حتی ما خبرگزاری ها باید کمک کنیم، دست به دست هم دیگه بدیم تا مردم هم آروم بشن. به خاطر همینه که اگر پس فردا شما برید تو مجلس، ببینید منافع ملی با تمامیت ارضی متفاوت. شما سرکار خانم اینو قطعا بهش یقین دارید. یه وقت از تمامیت ارضی رو میگه ما از دست بدهیم بخواهیم تمامیت ارضی بسپر درستت از مرزهای آبی، درستت از مرزهای هوایی، درستت از مرزهای زمینی، همه اینا جزء برحال منافع ملی کشوره و اینا هم خدمت شما هستن. این زمانی هست که شاید ما منظورمون اون مرز رو نباشه، دقیقا
خدمتتون عرض میکنم و رفع زحمت میکنم از حضورتون. همونطوری که مردم خیلی خیلی طرفدار این بودن و گروه فارس 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 نه خواهش کنم خدمت رو عرض کنم که خیلی دوست داشتم مردم که در رابطه با واگذاری خلیج فارس و دریای عمان به چینیا برای صید ماهی به صورت کلی نمایندگان وارد بشن، در رابطه با این که الان عراقی‌ها با شناسنامه ایرانی ریختن تو خوزستان دارن زمین و اینا رو میخرن، نماینده ها باید بیان دفاع بکنن ازشون. صدای مردم کف خیابون به قول آقای بی‌مقدار میگفت امروز اومدن در این شرایط حساس دارن میگن ما شاه میخواییم، ما باید چی کار کنیم، خبرگزاری باید چی کار بکنه، سپاه باید چی کار بکنه. خواهش میکنم زنده باشین جاوید جا بدرود. خواهش میکنم خواهش میکنم من بگم با من بفرم بفرم فشار مضاعف داره میاره کمر مردم رو خورد میکنه، آیا مجلس و نماینده ها در صدد این هستن که جلوی دولت بیستن و این کار رو انجام بدن که مردم حداقل یک مقدار از نظر اقتصادی شرایطشون بهتر بشه یا نه؟ مجلس حالا در این رابطه صحبتی کرده؟ من خواهش میکنم جواب این تا چون من دیگه پیاده شدم چیه مفیدم دوست داره اجازه بدیم فردا من به شما جواب بدم. خواهش میکنم اون
اینو عرض کنم به خاطر اینکه ما پیام‌های بسیار بسیار زیادی از روی کاربران در وبسایت‌هامون داریم از طرف مردم نسبت به من کمالپور هستم. کمالپور. بله. دقیقاً. سپاسگزارم، فقط این پیام مردم رو من به شما بدم. من فقط پیام خواهش بفرمید. قرآن به شما جا بی جا بدون. این کی بود اما؟ اولاد قباد بود. فریده اولاد قباد. خیلی فریده اولاد قباد. من الان یه توضیح میدم. بذارید دوستمون یه شماره تلفن داده ببینم یه کیه. چه عشقی هم میکرد با خبرگزاری داره. اینا تازه دارم به ما پیام میدم، میگه اون یکی میگه به دولت بگو، این یکی میگه به قوه قضاییه. بذار یکی از دوستان اینجا شماره تلفن یه نماینده رو گذاشته، من بذار زنگ بهش بزنم ببینم. خب یه روزم گذاشته بودن این شماره، اصلا همچین چیزی وجود نداره. حالا آقا فعلا شما بگی من یه خورده استراحت